دوستان سلام، توی این کلیپ در مورد تابستون و بچه ها صحبت میکنیم. توی دانمارک تعطیلات تابستون از همین جمعه، یعنی آخرین روز مدرسه بچه ها بوده، شروع شده. بچه ها تقریبا 6 هفته توی تعطیلات هستن و این زمانیه که اکثر دانمارکی ها و ساکنان دانمارک سفر میکنن، چه داخل دانمارک چه خارج از دانمارک. و تفاوتی که با تابستون های ما داره در ایران این هستش که کلاس های آموزشی وجود نداره به اون شکلی که ما در ایران میشناسیم که چقدر کلاس های مختلف توی تابستون برای بچه ها هستش. توی دانمارک همه کلاس های آموزشی معمولاً تو طول سال تحصیلیه و قبل از اینکه تعطیلات تابستون شروع بشه یا هر تعطیلاتی که بچه ها دارن، مثل تعطیلات زمستونه، تعطیلات پاییزه، کلاس های آموزشیشون هم تعطیله، چون میگن که بچه ها باید تعطیلات داشته باشن دیگه، یعنی اگه برن کلاس که خب نمیشه تعطیلات. و اون جریان کلاس تقویتی و اینها هم اینجا نیست برنامه هاش، برای همین بچه ها واقعا تو تعطیلات هم. ما که تازه وارد هستیم توی دانمارک مشکلمون اینه که خب میگیم بچه ها حوصله شون سر میره، چی کار کنیم. بعد حالا یه سری چیزا رو من اینجا نوشتم، تجربه خود ما هستش، بهتون اینجا میگم، شما هم میتونین از اینها الهام بگیرین و خودتون ببینین که چه برنامه میتونین برای بچه ها درست بکنین. یکی از کارهایی که دانمارکی ها انجام میدن، من تاکیدم به اینه که بگم بهتون اونا چی کار میکنن، به خاطر اینکه ما داریم تو دانمارک زندگی میکنیم، شناخت سبک زندگی اونها باعث میشه که ما رو به این جامعه نزدیکتر کنه و نهایتا هدف ما اینه که تو این جامعه جا بیفتیم و بچه هامون بر بخورن با این جامعه نو. دانمارکی ها وندغین میکنن، میرن وندغاتو، یعنی پیاده را میافتن میرن از یه جایی به یه جایی. حالا تورهای چند روزه هست، تورهای کوتاه هست. مثلا یه کاری که جالبه بر بچه ها اینه که توی شهرتون المانهای مختلف رو میتونید پیدا کنید، مجسمه، چه میدونم، حالا هرچی. بچه ها عاشق جی پی اس هست معمولا، این که جی پی اس رو بخونن، مشخص کنید که مثلا از این مجسمه تا این مجسمه نها کنید ببینید چقدر مسیرش. مثلا میریم مجسمه گردی میکنیم، حالا میتونید برنامه ریزی کنید که هر روز چند کیلومتر یا چقدر طبق توان بچهتون و هوا میتونید برین را برین. و بچه ها کلن خیلی دوست دارن این بازی پیدا کنو. مثلا من یادمه وقتی آرسا بچه بود، ما تو ماشین که میشستیم مثلا باهاش پیدا کنو بازی میکنیم، مثلا سعید بهش میگفت ماشینا رو با باباش مثلا بازی میکنیم، مثلا هر کی اول بنز ببینه، هر کی اول تویوتا ببینه، بعد این علامت های ماشینا رو یاد گرفته بود. یا مثلا با من رنگا رو کار مثلا بازی میکرد، هر کی اول رنگ فلان رو ببینه. ولی آدم میتونه از این کانسپت خیلی بازی های دیگه درست بکنه. مثلا یه چیزی که بچه ها خیلی دوست دارن، دانمارکی ها بهش میگن اسکت یکت، همون پیدا کردن گنجه. مثلا میتونین یه لیست درست بکنین که مثلا را میفتیم تو شهر، تو محل، هر جوی، هر جایی که هستین. مثلا میگیم که اگه مثلا تو شهره، مثلا ساختمون مثلا خونه زرد، خب بعد راه میافتین هر کس که پیدا کرد یه دونه امتیاز میگیره، بعد میتونیم بگیم که ازش عکس میگیریم. یا یعنی اینکه نه، اگه تو طبیعته میگیم مثلا هر کی تونست گل 5 پر پیدا کنه، هر کی برگ نمیدونم چند سانتی پیدا کنه. اینجوری بچه‌ها که بیرونن اکتیون و دنبال پیدا کردن هم. یه چیز دیگه هم هست که شاید ندونین، یک سری هنرمند توی دانمارک
دارن قول تولید میکنن از چوب های بازیافتی، تال میشه این قول ها، اینها رو تولید میکنن که مجسمه های بزرگ چوبی هستن که خب شکل قول دارن دیگه، یعنی شکل های عجیب دارن و هیچ کس نمیدونه، تخمین میزنن حدودا 100 تن، هیچ کس نمیدونه، یه نقشه کاملی نیست ازش که بدونن دقیقا اینها کجا هستن. شما میتونین توی شهر خودتون، اطراف خودتون دنبال این قول ها بگردید. یه لینک فیسبوک میذارم برای این قول دوستان در دانمارک که هر کی پیدا میکنه عکسشو میذاره، میتونین با نگاه کردن به این سایت ببینین که به این صفحه که آیا نزدیک خودتون هست از این قول ها، و اینکه فرض کنید با بچه ها برین توی یه مسیری که مثلا یکم سرچ کردین بعد یهو پیدا کنین همچین چیزی رو، خیلی خوششون میاد. دانمارک کشوری با ساحل‌های بسیار زیبا، معمولاً هیچ جا نیست که آدم زندگی کنه تا مثلا در فاصله 40-45 دقیقه‌ایش دیگه حد اکثر یک به آب نرسه. برای همین آدم میتونه ساحلگردی رو توی دانمارک شروع کنه. شاید اولش برای ما سخت باشه بگیم سرده چجوری بریم تو آب، خب ساحل فقط آب نیست، کم کم عادت میکنیم اینکه توی آب، تو دمای اینجا که گرم نمیشه میریم تو آب، ولی اولش خب خیلی کنار ساحل به بچه ها خوش میگذره، میتونن بازی کنن، شن بازی کنن. این حرفایی که من میزنم و شما طبق سن بچه هاتون باید نرم کنید دیگه، ببینید چی رو باید بردارید. یکی دیگه این که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، ناتور لایف پلاس که جاهای طبیعی زمینای بازی برای بچه‌ها که معمولا توی جاهای طبیعی توی جنگل کنار دریا، این وبسایت داره، من وبسایتش رو میذارم، میتونید نزدیک خودتون پیدا کنین. معمولا جا هست برای اینکه آدم پیکنیک کنه، ساحل هم همینطور، برای اینکه بتونید ببرین غذاتون رو تو طبیعت بخورین، بیرون بخورین، بچه ها خیلی دوست دارن، همیشه استقبال میکنن. بعد ما خب تو خونه ایم دیگه، همش که نمیتونیم بریم بیرون، برای همین باید بچه ها رو توی برنامه های خونه همراه کنیم. یه کاری که ما هممون توی روز انجام میدیم غذا درست کردنه و بچه ها معمولا این کار رو دوست دارن، این که مثلا یاد بگیرن غذا درست کنن. من نمیدونم چقدر ما عکس داریم از آرسام که چیزهای مختلف داره درست میکنه موقعی که خونه بودیم، یا مثلا همیشه کمک میکنه برای اینکه مثلا داره کیک هم میزنه. بچه ها خیلی دوست دارن بیسکویت درست کنن، باشون دسر درست کنیم. میتونیم بگردین غذاهای یه کشور دیگر رو مثلا ببینیم، پیدا کنیم ببینیم یه غذای چینی امروز درست کنیم، پیدا کنیم ببینیم غذا دانمارکی ها چی میخورن اونو درست کنیم، امروز مثلا مثل فلانجا از صبح تا شب غذا بخوریم، یا تو فلان چیزو درست کن، تو فلان کار کن. دانمارکی ها به بچه هاشون خیلی کار میدن انجام بدن، میتونیم اینجوری توی کارهای خونه همراهشون کنیم، خیلی هم بهشون خوش میگذره. بعد یه کاری که ما میکردیم این بود که لباسای قدیمی رو مثلا میومدیم عوضش میکردیم، مثلا شلوار رو میکردیم شورت، چه میدونم میچیدیمش، یا اینجا شورت همون شلوارکه ها توی دانمارک، توی زبان دانمارکی منظورم شلوارکه. بعد یا مثلا تغییر میدادیم لباسا رو، مثلا لباس من درست میکردیم واسه آرسام، اونایی که نمیخواستیم استفاده بکنیم قدیمی شده بود. یه لحظه چیز من یه پشه اومده از شهرش خلاص. خب یه نکته برای شما اگه ایران هستیم و میبینید اینجا توری تقریبا نداره، یعنی هیچ خونه توری نداره. بعد الان به خاطر اینکه داره زمین گرم میشه، مسئله اینکه حشره بیاد و ایجاد شده، برای همین باید سیستم خونه عوض بشه توی دانمارک. خب داشتم بهتون میگفتم راجع به لباس ها رو عوض کنیم، بچه ها خیلی دوست دارن این کار رو.
که بهشون مثلا قیچی بدین، یه چیزی رو بچینن یا کوچیک بدوزن. مثلا من حتی با آرسام کوبلن درست میکردم، خیلی دوست داشت، کلی طول میکشید مثلا بخواد یه دونه رو ببافه، ولی این با خیاطی و بریدن و یه چیز دیگه از یه لباس دیگه در آوردن، یا برای عروسکت لباس بدوز، یا نمیدونم کلاهو بکن یه چیز دیگه. ببینیم به ذهنشون چی میرسه. بچه ها خودشون وقتی زمینه رو ایجاد کنین با کلی ایده میان سراغتون. بعد یکم این که مثلا چیز قدیمی اگه دارین میتونین بچهتون طبق سنش بگین که اونو مثلا بهش برسه. مثلا نمیدونم یه میز قدیمیه، خب تو رنگش کن. یه دونه نمیدونم صندلی قدیمی داره، بیا بهش مثلا سنباده بکش، رنگش رو تغییر بده، یا بیا تو اتاقت فلان تغییر رو ایجاد بکنیم. چیزایی که از ذهن خود بچه ها در میاد، هزینه زیادی براتون نداره و اینکه خب موندگار میشه دیگه. بعد دیگه چی نوشتم اینجا؟ خب اینکه کتابخونه ها توی دانمارک باز هستن، اگه نزدیکتون کولتورهوس هست اینها بازن، میتونین برین. معمولا وسایل بازی داره توش، میتونین استفاده بکنین، با بچه ها کتاب بگیرین. اینکه بچه ها کتاب بخونن 1 ساعت در روز، این باید از کم شروع کنید به زیاد. مثلا یه کاری که میشه کرد این که بگیم مثلا ما همگی توی خونه توی این تعطیلات توی این 6 هفته مثلا 1000 صفحه کتاب میخونیم. بعد هر کی که بخونه میتونین از این 1000 صفحه کم بکنین. این یه هدف مشترک میشه، همه کمک میکنن، هر کی میخونن. حالا ممکنه بچه‌تون انقدر کوچیکه که کتابی که میخونه تو هر صفحش یه لغت باشه یا یه خط باشه، اونم حسابه. ولی اینجوری میتونید هدف گذاری کنید و بچه ها خیلی دوست دارن که ببرن، برنده بشن، و اینجوری همه با هم در واقع برنده میشن. بازی های که با صفحه هست و تاس که بهش میگن برات سپیل به دانمارکی، اینها توی کتابخونه ها هست، تو خونه داریم. مثل منچ آدم میتونه خلاق باشه، مثلا بگه که خب اگه مثلا بیفتی توی این خونه مثلا باید پاشی برخصی، اگه بیفتی تو این خونه باید مثلا فلان کارو کنی. اینجوری بچه ها رو به اکتیویتی هم وادار میکنیم. مثلا راجب این که بدنشون کار کنه، یکی از کارهایی که ما میکردیم این که از روی یوتیوب میتونید ویدیوهای جاست دنس رو پیدا بکنید، همه خانوادگی باش برخصین، خیلی شاده. من یکی دوتاشو که تو مدرسه خیلی با بچه ها دوست داشتن رو میذارم ببینید. بعد یه چیز دیگه هم این که مثلا با آرسام ما رقصای ایرانی رو میدیدیم، بعد آرسام یاد گرفته بود که مثلا این آهنگ مال مثلا رقص بندریه، این آهنگ مثلا مال رقص جاهلیه، بعد کم کم عداشو در می آورد. اینجوری مثلا یکم هم از فرهنگ خودمون به بچه ها یاد میدیم، براشون هم جالب هستش. بعد اینکه ما با بچه ها باید به مرور، نمیدونم بگم اسمشو چی بذارم، متاسفانه خوشبختانه، ولی این اتفاقیه که میفته، به مرور بین ما با بچه هامون فاصله میفته، به خاطر اینکه اونها دارن توی یه محیط دیگه بزرگ میشن و ما زبان مشترکمون رو با بچه هامون از دست میدیم. زبان مشترک فقط کلمه نیست، زبان مشترک یعنی خاطره مشترک، یعنی یک چیزی که ما با هم هر دو یک چیز رو برای ما با بچه‌مون تداعی کنه. مثلا وقتی که شما مثلا فرض کنید یه فیلمی رو شما دیدین تو بچگی، مامانتون هم مثلا اونو دیده، خب بعد مثلا وقتی شما یه وقتی یه اشاره‌ای می‌کنید راجع به یه موضوعی، به اون فیلم اشاره می‌کنید، با اینکه اسمشو نمیارین هم خودتون می‌فهمین چیه، هم مثلا مامانتون می‌فهمه چیه. ما به خاطر اینکه داریم تو دو تا محیط زندگی می‌کنیم، یعنی ما بچگیمون رو ایران بزرگ شدیم، بچه‌هامون اینجا بزرگ میشن، اون زبان مشترک رو از دست میدیم به مرور. و ما باید برای اینکه بخوایم درک داشته باشیم متقابل با بچه‌مون، سعی کنیم این زبان مشترک رو حفظ کنیم. حالا با چی؟ با خاطره سازی مشترک. مثلا
یه کاری که ما مثلا میکردیم با آرسام این که فیلم های بچگیمون رو با آرسام میدیدیم، یا مثلا کلا قرمزی رو میدیدیم، بعد مثلا یه روز اون مثل دیوی حرف میزد، یا مثلا همین الان بعضی وقتا میشه آقای همسایه میشه، یا مثلا مثل اون عزیزم ببخشید مثلا هی میاد میپرسه میگه چی 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 باز اومد. بعد اینجوری ما زبان مشترک داریم، بعد میتونیم با هم شوخی کنیم، میتونیم با هم خوش بگذرونیم. این فکر خوبیه که بازی های بچگی و فیلم های بچگیتون رو ببینیم. بازی های بچگی مثلا پاسور بازی اگه میکردین، کارت بازی، چه کارت بازی هایی میکردین بهش یاد بدین، بچه ها خیلی دوست دارن، مخصوصا برای ریاضیشون خیلی خوبه. همیشه ما به بچه ها میگیم تابستون بازی با کارت کنن چون برای ریاضیشون خیلی خوبه. اینم گفتم بهتون. بعدم خیلی چیزهای دیگه به ذهنم هست، ولی خودتون ببینین با چه ایده هایی میاین، میتونین زیر این پست بنویسین. ولی یه چیزم بهتون بگم، یه شخصیت خیلی خیلی دوست داشتنی تو ایران که الان من اسمشو بگم شما هم میشناسینش، شخصیت مورد علاقه منه، یکی از شخصیت های مورد علاقه منه، آلفونس، اگه یادتون باشه بهش میگفتن الفی. بعد این شخصیت سوئدیه، آلفونس اوبریه، که خیلی دوست داشتنیه، توی دانمارک بچه ها میشناسنش همه. این یه سری حرفا زده که مثلا مردم می نویسن می زنن به دیوار، یعنی از تک کلاماش، مثلا مال آقای چیز بود، کیه این شخصیت توی چیز فامیل دور، مثلا بعضی وقتا حرفاشو می نویسن میگن مثلا بهش ریفر می کنن. این هم همینه. این یه جمله داره میگه اگر که همیشه به آدم خوش بگذره، آدم نمیفهمه که داره بهش خوش میگذره. برای همین خوبه که گاهی هم آدم حوصله‌اش سر بره. بریم ببینیم چی میگه، برگردیم. و اینکه بذاریم بچه‌ها حوصله‌شون سر بره، به خاطر اینکه وقتی بچه‌ها مثلا مامان میتونم تلویزیون ببینم، نه 45 دقیقه دیدی تلویزیون نمیتونی ببینی، یا مثلا کامپیوتر میتونم بازی کنم، نه تو زمانی که باید بازی میکردی رو تموم کردی. خب چیکار کنم؟ نمیدونم. بعدش خود بچه یه کاری پیدا میکنه، خود بچه خلاق میشه، خود بچه با یه ایده میاد، ماما میای فلان کارو کنیم، یا میبینی شروع کرده داره یه کاری رو انجام میده. برای همین اجازه بدید که بچه ها یکم حوصله‌شون سر بره و بشینین تماشاگر باشین، ببینین با چه فکرایی میان سراغتون. تابستون خوش بگذره بهتون. و اینو بدونین که اگر امسال اومدین دامار، اوکیه اگه بچه ها دوستی ندارن، اگه مسافرت مثلا نمیتونین برین برای اینکه خب هنو نرفتین سر کار، اما اگر 5 سال دیگه، 6 سال دیگه که توی دانمارک هستین، بازم بچه هاتون تنهان، بازم توی تابستون برنامه ای ندارین، دلیل شما هستین. شما باید رابطه بزنین برای اینکه بچه هاتون دوست پیدا کنن. اینجوری یه میبینی دوستشون رو میارن خونه، دوستشون زنگ میزنه، مامان دوستش میگه مثلا ما داریم میریم فلانجا، داریم میریم باغ وحش، مثلا بچه شما رو هم میبریم. باورتون نمیشه چه چیزهایی میشنوین وقتی که ارتباط بزنین و دوست پیدا کنین. به خاطر اینکه ما هستیم که بچه هامون رو از خانوادهمون، از پیکره عاطفیشون جدا کردیم، آوردیم اینجا. برای همین درسته درکمون باید بکنن تا وقتی که ما جا بیفتیم بریم سر کار بتونیم ببریمشون مثلا مسافرت. اما اینکه دوست نداشته باشن و اینکه تابستون مگه کلشو همه میرن مسافرت، نه، با هم هم وقت میگذرونن، دوستایی دارن که باشون رفت آمد میکنن. پس از حالا برنامه ریزی کنیم برای اینکه تابستون آینده بچه ها تنها نباشن. خوش باشین، فعلا خدافظ.